حالا مثلا اینو من میخوام استفاده بکنم مثلا روی این دیوار اینو برمی دارم میندازم داخل دیوار ببینید چقدر راحت خیلی چیز بالیه و فوق العاده است کیفیتش عالیه حالا تا اون متریال دانلود بشه من روی این توضیحات رو میدم بچا مثلا بچا الان خیلی ها میگن که مثلا این اسکیلش اندازه سرانا مثلا این نفرم میگه اسکیلش کوچیکه خب چجوری میتونیم اسکیل اینو بزرگش بکنیم و داخل کارمون استفاده بکنیم روی این کلیک میکنیم بچه ها. این دو تا روش داره اسکیل اینو بخوایم تغییر بدیم متریال رو در واقع روش کلیپ میکنیم یا اینجا متریال دیوار انتخاب میکنیم متریالش اینجا برامون ما میاد اگه میخوایم برگرده به حالت اول ناکن این فلش رو بزنیم برمیگرده حالت اول دوباره اینو میتونیم یا اینجا بدیم به کار یا کنترل میزنم از اینجا میدم اینجا ببینید خیلی راحت متریال برای ما اضافه شد حالا میرم داخل متریال نکنید این الان متریال ماست متریال آماده خیلی با کیفیته اینجا برای ما اضافه شد توی این قسمت اینجایی که در واقع تایلینگ ماست خب تیکشو میزنیم بذاریم من اینو کوچیکش بکنم بیارم اینجا یکم اینجوری مثلا به اینجا هم دقت کنید به اینجا هم دقت بکنید که متوجه بشید من الان اینو میذارم دو ببینید تیک اینو زدم اینو میذارم دو اینم میذارم دو ببین اسکل کوچیک‌تر شد میذارم 6 اینا میذارم 6 کنید جفتش مثل هم باشه ببین اینجا رو اسکل چقدر کوچیک شد حالا نه میگن آقا اسکیل این ریزه میخوام بزرگتر بشه مثلا یک اینو بذاری برمیگرد حالت اول در واقع همون صفر میشه در واقع اصلا هیچی نیست میذارم یک در یک که اندازه واقعی خودشه حالا میگیم آقا این در واقع کوچیکه میخوام بزرگش کنم چیکار بکنم مثلا میذاریم چند پنج دهم 5 پنج دهم ببینید یا میزنیم یه دهم خیلی دیگه بزرگ شد مثلا همین چیز اصلا استفاده نمی کنم. این معمولا مثلا دو مثلا فکر می کنم اوکی باشه واسه این یا اصلا همون یک فکر می کنم که کافی باشه ببینید خیلی راحت میتونی تغییر بدی حالا یه نفر میگه مثلا اینجاش مثلا مشکل داره میخوام اینو حرکت بدم اینو برمی دارید نگاهی متریال رو براتون میچرخونه اینو ببینید این الان من اینجا رو کلیک میکنم ایناش نکنی اینجا هم برای ما میچرخه ببینیم در راستای x و در راستای z ببینید قشن آن رب شده خفن ببینید. در واقع منظورم آن اینه که داخل فتوشاپ همه اینا اوکی شده ببینید. در راستای y برای ما کامل حرکت میکنه و در راسته ایکس هم کامل حرکت میکنه حالا بزنم این دانلود شد یا نه اینو بذارم این بالا دو مگابایت نه رو شالا بیسه سه حالا, حالا مگابایت نمونده پس این نیو یاد گرفتیم یه روشی که همین برای تغییر اسکیل بود این بود خب و اینو در واقع بیاتون باشه که روش اصلیش اینه حالا بچه ها شما میتونید کنید اینو مثلا میتونید حالت متالیک بهش بدید حالات مثلا رافنس بهش بدید مثلا اگه من اینجا بیام رافنس بهش بدم ما به تنظیمات اینا کامل میرسیم ها مثلا کاری نداره نکنید الان نکنید بچه ها این کاغذیاریه دیگه خب مسلمه خب هیچ رفلکشنی نداره حالا خب خب رفلکشن داشته باشه رافرنس رو میزنیم اینم کلیک میکنیم مثلا اینو میزنیم دو نه دو یا مثلا میزنیم پنج مثلا یه دهم هم بذاره یه دهم هم مثلا میذارم ببین اینجا رو ببینید داره این با این کار نداریم ببین اینجا رو یه حالت خیس یه جور حالت حالت براغ گرفت میبینید اینجا رو مثلا میذاریم سه بذاریم نکنه کم میشه هرچی بالا بریم کم میشه صفر بذاریم خیلی میشه ببینیم حالا متالیکش حالا این هم میتونیم تغییر بدیم آسان ما را با اینه کار ندارم چون حالا این قسمتش حالا زیاد فعال نیست برای این با اینجا کار نداریم فعلا متالیکو مثلا خیلی راحت با این گزینا از صفر و یک دیگه میتونیم ازش استفاده کنیم یک باشه هیچی نیست خب مثلا دو هم باشه الان هیچی نیست صفر رو یک سعی کنید اصلا کلا همه چی صفر و یک اینجا صفر بذاریم میاد با اینجا هم کار نداریم حالا بذاریم مثلا اینو بذارم پنج یه کم و زیادش میکنه که کامل میرسیم بچه ها به این بحث ها این بحث خیلی یکم در واقع باید بیشتر روش کار بکنیم رو و بیشتر بهتون توضیح بدم من میبندم بچا سیو بزنید اگه میخواد سیو بشه و این حالا اینو برمیگردم به حالت اولش میریم بریم دانلود شد نه اینو هنوز دانلود نشده به سرعت اینترنت و فیلدشکن خیلی بستگی داره بچه ها سکر حالا اینترنت خوب داشته باشید که بتونید ازش راحت تر استفاده بکنید سه مگایت مونده کنید الان دانلود بشه برای ما اینجا اضافه میشه بچه ها میخوام توی این روش حالا این روشی که هستش دوباره این همینا، ها اسکیل تغییر میدیم نمیدونم روتیت میکنیم حالا موف میکنیم حرکت میکنه و من خودم از این روشی که الان میخوام جدیدم بگم یعنی بگم بیشتر استفاده میکنم بریم اینجا ببینیم دانلود شد برای دانلود شد آقای اینو بزنیم پوشش رو ما میاره میگه که آقا کجا برای ما این سیف شده آقای همونجا همونجا که در واقع میخوایم با این کاری نداریم اینو بزنیم بچا وارد پروژه میشه آقای یه دونه بزنید حالا اینجا وارد بشه حالا اگه وارد نشد دو مثلا بزنید روش آقای وارد شد این پارکتی که اینجا داریم بریم بچا اینجوریه دونه دونه میگیره اینو من بر میدارم موو رو میزنم میارمش پایین لکن اینو میارم پایین و یه صفحه اینجا هستش به این, میخوام در واقع متریال رو بدم اینو من میدم به این ببینید چقدر اسکیلش بزرگه و ما این اسکیل رو نمیخوایم میخوایم الان اسکیل تغییر بدیم و رنگش هم کم تنظیم بکنیم در واقع تکچرش کم تنظیم بکنیم نکاتی که هستش هستش بچا ببینید اینجا به ما در واقع یه سری در واقع تکچر میده که میتونیم حالا رنگش هر چیزی که بخوام اینجا تنظیم بکنیم که حالا واسه نورمال بامپش و این جور که با اینا آشنا میشیم بچه اینا الان این تو این جلسه نمیخوام خیلی ریز بشم داخلش روی این میخوام الان اسکلش تغییر بدیم روی این من کلیک میکنم ببینید این و میام این قسمت میام قسمت مدلینگ اینم میذارم اینجا این بالا میذارم خب و میام پایین نگاه اینا همه رو هم میتونم ببندم اصلا میام قسمت UVS اینجا قسمت پراجکت رو میزنیم روش خب موقعی که زدیم روش میایم قسمت مدلینگ خب و این قسمت رو میزنیم روی باکس اینی تیر دی مکس و حالا خیلی راحت میتونیم اینو تغییر بدیم حتی میتونیم فلش رو بزنیم برگرده یا اسکیل خوبی ما میده حالا اگه اسکیلش رو بخوام تغییر بدیم ما اینجا میزنیم دو در دو ریز شد مثلا میزنیم یه دهم ده در یه دهم ده بزرگ شد ناکنی خیلی بزرگ شد می زنیم یه کنیم در یه کنیم خیلی ریس شد همون یک فکر میکنم اوکی بود اینجور هم بچه هم دستی اینجوری میتونیم تغییر بدیم ببینید خب معمولا این کار رو انجام ندید ببینید می هم میتونیم تغییر بدیم می اسکلش به هم میخوره اینا سعی کنید همشون یک عدد باشه و یه عدد ما نشون بده با این جوجای اصلا کار نداریم حالا اوتوفیت و اینا فعلا کار نداریم و اینجا هم برای حرکتشه قسمت x و قسمت y میتونیم خیلی راحت اینو تغییرش بدیم و داشته باشیمش این قسمت بچه ها روتیشنه روتیت میکنه وری کامل میتونیم این روتیشن رو داشته باشیم حالا این وری باشه مثلا 90 بزنیم این وری میشه 90 درجه میچرخه اینوری مثلا 360 درجه به چرخه این اینوری میشه مثلا درجه به این همون وریه دیگه 90 درجه بچرخه این اینوری میشه ببینید خیلی بال و حتما این اکسپت رو میزنی و سیو می میشه برامون و یه اسکیلی باحالی داره پس چی شد این قصد مدلینگ اینجا پروژکت رو میزنیم و اوکیش میکنیم با این قسمت هم بچه آشنا میشیم فعلا در همین حد کافیه حالا میگیم که آقا این چیزی که الان اینجا داریم خیلی قرمزه خیلی قرمزه برای ما چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بیایم اینجا یا خود اینو برداریم یا بیایم یعنی بزنم بالا یا بیایم اینجا روی این بزنیم چه فالتش هم میشه مثلا روی این اینجا میتونی کلیک کنیم این مکان اینجا میاد میتونیم حالا بیایم اینجا مثلا کنتراست اینو تغییر بدیم یا مثلا ساتوریشنش رو تغییر بدیم مثلا اینو می‌ذاریم 5 دهم ببینید کمتر شد رنگش مثلا سه بذاریم دیگه افتضاح میشه ببینید خیلی بد شد مثلا می‌ذاریم 6 دهم ده بریم چوری با بد نیست میذاره بیشتر هشت دهم ده این اوکیه سیو رو میزنیم میایم داخل پروژه ها رنگش تغییر کرد مثلا میارم این بر اینو ببینید اینجا رو من اینو پیداش بکنم ما کنیم شیش ده هم ببین... میبینید رنگشه و. اینجا رنگش رو نگاه کنید میذارم یک دهم ده نا الان دیگه کامل سیاسفید شد میبینید چیلی شد دیگه راحت یعنی آریل انجین برای ما اومده اصلا همه چی رو آسون کرده لازم نیست اینو دوباره بریم این داخل فتوشاپ کم بکنیم فلان بکنیم اصلا دیگه این اینجور کارو اصلا دیگه براش در واقع آب خوردنه و همه رو میتونه انجام بده مثلا همینو میتونیم بیایم اینجا نرمالش زیاد بکنیم ببینید نرمالش مثلا یه ذره بامپ داشته باشه ده مثلا داشته باشیم میخوام نشون بدم بهتون آقا پنج پنجاه میذارم ببینید چی شد درست نیست سا و خیلی چیز بالی شد یارت جنگلی گرفت ولی خب استفاده نمی کنیم و حالا یه متریال دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم من یه متریال دیگه بزنم دانلود بشه بیایم اینجا سورفیس و وود رو میزنیم و اینجا میرم کلیک میکنیم مثلا اینا باحال بود متریال باحالیه اینم اینا هم, این هم همینطور مثلا این بااله نمیزنم دانلود بشه با همون های کوالیتی ببینیم چقدر حجم میشه مگا باید حالا مثلا همون مدیوم کوالیتی مثلا بزنیم اینو بریم چقدر حجم میشه 44 مگا باید مثلا بیشتر نصفش کم شد حالا در همین هین میایم این قسمت فابریک میایم یه پارچه انتخاب بکنیم واسه مبلمون مثلا یه پارچه باشه که مثلا یکم معقول باشه دیگه مثلا اینجوری نمیام استفاده کنیم داخل کارمون یکم معقول تر باشه مثلا این خوب بود اینم با حاله اینم با مثلا هم تست کنیم میزنیم دانلود بشه یه چند تا میزنیم حالا دانلود بشه اینم با مثلا دیگه چی میتونیم استفاده بکنیم میایم داخل اگه مثلا بچا میبینید یادتون رفت مثلا چی استفاده بکنید چی کار میخواید بکنید تو دو کالکشن دوبارهش بگردید کالکشن خیلی خوب به یاد آدم میاره همه چی ها. مثلا من یه متریال فلز میخوام خب یادم افتاد دیدم چیزی چیزیو یا مثلا بتون میخوایم اینجاست یه متریال مثلا متال خب مثلا همچین چیزایی یکم مات میخوام باشه یکم مات باشه که اینا که کلا تخریب شدن مثلا اینا متریالش خوبه مثلا همچین متریالی مثلا این خوبه این اینو مثلا میزنم دانلود بشه اینا هم با حاله سعی بچه‌ها نگاه بکنید همه چیزو رو اینا نکنه این خش داره میبینید اینا رو مثلا یک رو بزنیم دانلود بشه اینو مثلا اینو میزنیم دانلود بشه با کیفیت حالا میدیوم بزنیم چقدر مونده دانلود بشه برای کم طول میکشه یه سیف بزنیم اینجا بچه ها هر مشکلی که توی کویکسل بریجتون پیش اومد صد در صد یعنی بیشترشون مشکل از فلشکنی که داریده کنید که فلشکن خوب دانلود بکنید و بتونید راحت ازش استفاده بکنید مثلا بچه ها اینجا رو ببینید مثلا توی این تیر دستت ببینید چقدر دستت های مختلف داریم ببینید یه سری سنگا یه سری چیزهای خیلی باحال ببین آچار فرانسه مثلا زنگ زده تو بازی سازی مثلا خیلی استفاده میشه مثلا تو بخش فود قسمت غذا ببینید توی انگوره رو ببینید چقدر با کیفیت حالا شما مثلا فکر کنید اینو با کیفیت مثلا های کوالیتی دانلود بکنید خیلی کیفیت میره بالا باز مثلا گوشت ببینید انواع گوشت اینجا داره و ساختمون مثلا یه قسمت دیگه مثلا بالکن مثلا میتونید قسمت بالکن از اینا استفاده بکنید یا مثلا تیرای چوبی بخواید یا مثلا دور حالا درایی که اینجا داریم ببینید خیلی با کیفیت هم ها قسمت تیر دی اسید خیلی چیزای باحالی داره و مثلا قسمت طبیعتش مثلا درخت میخواید ببینید یه سری چیزای خیلی عجیب قریب داره که ببینید تنهایی درخت رو نگاه کنید خیلی با کیفیت هم. حالا مثلا شاید اینجا الان تو ویدیو کیفیت زیاد معلوم نباشه ولی منم میبینم خیلی کیفیتش بالاست حتی اگر دانلود هم بکنید فوق العاده عالیه ببینید فوق العاده است حالا مثلا همینجا تیردی پلنت رو بزنید کلا گیاه میاد براتون هر چیزی که مربوط گیاه و درخت و نمیدونم چمن و نمیدونم انواع گل و هر چیزی که واسه لند اسکیپ بخواید اصلا اینجا هست اصلا لازم نیست از جای دیگه بیارید مثلا کیفیت رو نگاه کنید اینو ببینید چه کیفیتی داره مثلا همین بعضیشون واقعا عالیه نگاه کنید رو دیوارا دیوار پوش مثلا میتونید استفاده بکنید ببینید چقدر کیفیت خفنی داره